سلام، با شما هستیم با پوشش ویژه بی بی سی فارسی از تازه‌ترین خبرها در مورد سقوط هواپیمای مسافربری در ایران. مقام‌های ایران به گفته‌های نخست وزیر کانادا مبنی بر ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک پاسخ دادند. علی ربیعی سخنگوی دولت در بیانیه این گفته‌ها را تکذیب کرده و آن را عملیات روانی خوانده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این گفته‌ها را فضاسازی مشکوک خوانده و گفته ایران از شرکت بوئینگ سازنده هواپیما برای شرکت در تحقیقات دعوت کرده. دیشب جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اعلام کرد بر اساس شواهدی که از چند منبع اطلاعاتی به دست آورده بر این باور است که پرواز تهران کیف هواپیمایی اوکراین با موشک پدافند ایران سرنگون شده است. 63 نفر از سرنشینان هواپیما تابعیت کانادایی داشتند. در آمریکا هم چند رسانه به نقل از مقامات اطلاعاتی آمریکا گفتند که این کشور شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد هواپیما با موشک ساقط شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. هواپیما با موشک ساقط شده. جمله‌ای که شاید از دیشب ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده. نقل قول رسانه‌های آمریکا از مقام‌های اطلاعاتی که خواستند نامشان فاش نشود و بعد تکرار آن توسط نخست وزیر کانادا. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. ما از منابع مختلف از منابع خودمان و متحدانمان اطلاعاتی دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد هواپیما مورد اصابت یک موشک زمین به هوای ایرانی قرار گرفته. این شلیک احتمالاً عمدی نبوده است، اما این اطلاعات جدید لزوم یک تحقیق همه جانبه را بیشتر می‌کند. و واکنش سریع سخنگوی دولت و وزارت خارجه ایران که این گفته‌ها را فضاسازی‌های مشکوک و عملیات روانی خواندند. علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی ایران هم این اخبار را نادرست دانست و گفت چنانچه این اخبار از سوی سازمان‌های رسیدگی به سوانح آمریکا و کانادا به دست مقام‌های این کشورها رسیده، آنها را منتشر کنند تا در دسترس همه باشد. آقای عابدزاده گفته اگر چنین اطلاعاتی موجود باشد مورد تأیید ایران است. هر گونه ارسال نظری در خصوص که چه اتفاقی افتاده قبل از اینکه این اطلاعات از این جعبه سیاه بیرون بیاد کارشناسی نخواهد بودش. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. حدس و گمان فراوان است و استناد به حدس و گمان برای کشف حقیقت روش قابل قبولی به حساب نمی آید. رئیس سازمان هواپیمایی ایران معتقد است واقعیت ماجرا باید از دل جعبه سیاه بیرون بیاید. ولی با توجه به اینکه این هواپیما صدمه خورده، امکان اینکه ما بخوام مستقیما این رو از اطلاعات در جعبه سیاه خارج کنیم کار دشواری است. فلذا نیاز به نرم افزار و سخت افزار ویژه داریم. ما این نرم افزار و سخت افزار تو کشور داریم، ولی چنانچه به دلایلی این صدمه‌ای که به جعبه سیاه خورده نتونیم ما این کار انجام بدیم، قطعا از کشورهای دیگه کمک خواهیم گرفت که این روش بسیار عادی هستش، در همه جای دنیا اتفاق میفته. حسن رضایی فر رئیس کمیسیون بررسی سانحه هم گفته قرار است امروز این کار در یک آزمایشگاه در فرودگاه مهرآباد با حضور تیم کارشناسی اوکراین انجام شود. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که احتمال سقوط هواپیمای خطوط هوایی این کشور بر اثر اصابت یک موشک وجود دارد، اما این مسئله برای آنها همچنان تایید نشده. وزارت خارجه ایران گفته از بوئینگ برای شرکت در تحقیقات حادثه دعوت کرده. فرهاد پرورش نماینده ایران در سازمان بین المللی هوانوردی ایکائو هم دیشب از ستاد ایمنی حمل و نقل آمریکا NTSB دعوت کرده بود تا در تحقیقات شرکت کند. خبرگزاری رویترز میگوید این دعوت پذیرفته شده، اما معلوم نیست با توجه به تحریم‌های آمریکا نماینده این ستاد بتواند در تحقیقات شرکت کند یا نه. اما دیشب ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که حس و گمان در مورد احتمال ساقط شدن هواپیما توسط موشک را تقویت کرد. احتمالاً متخصصان مختلف مشغول راستی آزمایی این ویدیو هستند. اما در فاصله کوتاهی بعد از انتشار آن، وبسایت تحلیلی بلینکت تحلیلش را در مورد آن منتشر کرد.
این مقاله‌ای که ما به تازگی منتشر کردیم در مورد مراحلی که ما دنبال کردیم اطلاعات میده و همینطور محاسبه ما در مورد مکانی که این ویدیو ضبط شده و اینکه شیء به شیء دیگه در آسمان برخورد میکنه. تحقیقات و همزمان گمانه‌زنی‌ها در مورد حادثه سقوط هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین ادامه دارد و همینطور عزاداری خانواده‌های قربانیان. اینجا تورنتوست. دیشب صدها نفر به این مراسم آمده بودند تا یاد عزیزانشان را گرامی بدارند و بغض‌هایی که می‌شکنند. 10 سالش بود. 10 سال. 10 سال. عمری که کوتاه بود و کوتاه ماند. مهدی بیگی، بی بی سی. کامبیز فتایی خبرنگارمون از واشنگتن با ماست. کامبیز، همونطور که در گزارش مهدی هم دیدیم در آمریکا ابراز آمادگی شده برای همکاری با ایران در مورد تحقیق در این موضوع. فکر می‌کنی که همونطوری که در گزارش مهدی هم اشاره شد، آیا ممکنه که تحریم‌ها جلوی چنین همکاری رو بگیره؟ خب این احتمال وجود داره. البته اگر مقامات NTSB به خبرگزاری رویترز اونطوری که گفتن که حتی یک نماینده رو هم آماده کردن که بفرستن، بعیده که این کار و این تعیین نماینده برای شرکت در این تحقیقات حالا به هر نحوی بدون اجازه و یا اطلاع دولت باشه. البته مقامات در سطوح ارشد هنوز این مسئله رو تایید نکردن، ولی به هر حال شواهد حاکی از اینه که اگر میگن نماینده ای هم تعیین شده و دعوت هم از ایران شده، بعید به نظر میرسه که دولت اینجا بخواد به خاطر مسئله تحریم ها، اونم در مورد مسئله بشردوستانه ای از این قبیل که پای متحد خودش از جمله کانادا هم مطرح هست، بخواد که مانع از سفر یک مقام تحقیقاتی آمریکا یا مقام مدیران شرکت بوئینگ به ایران بشن. با وجودی که رسانه‌های مختلف در آمریکا به نقل از مقامات اطلاعاتی که البته نخواستن نامشون فاش بشه این موضوع رو با قاطعیت بیان کردن، آقای ترامپ دیروز در صحبتاش فقط اشاره کرد و گفت ممکنه که اشتباهی صورت گرفته باشه. فکر می‌کنی چرا؟ خب به نظر نمیاد که آقای ترامپ بخواد خیلی خودشو وارد این درگیر این ماجرا بکنه، درگیر ماجرایی بکنه که برای او میتونه هزینه داشته باشه. منتقدان او میگن که اگر این درگیری به گفته اونها غیر ضروری با ایران نبود، این مسئله پیش نشاد نمیومد. اونطوری که الان از طرف آمریکا گفته میشه که ایران اشتباهی با پدافند هواییش این هواپیما رو ساقط کرده، بنابراین هزینه سیاسی داره که اصلا اسم آقای ترامپ، اسم آمریکا اصلا در این پرونده، در این تراژدی بزرگ مطرح بشه، به خصوص که منتقدان هم دارن این رو میگن. جالب اینجاست که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که دیروز داشت حتی گفت که اونهایی که این مسئله رو مطرح میکنن فریبکارانه و با انگیزه سیاسی دارن این حرفا رو میزنند. برخی از محافظه‌کاران هم واکنششون دادن در سنای آمریکا، سناتور روبیو و برخی از چهره‌های جمهوری‌خواه، و از نظر اونها به گفته اونها بی‌کفایتی حکومت ایران باعث شده که این هواپیما سقوط کنه. بنابراین قدری مسئله سیاسی است. در سطوح سیاسی ارشد می‌بینیم که دولت چندان علاقه به وارد شدن به این میدان نداره و حتی وقتی گفتن که ما مشکوک هستیم و شاید ایران اشتباه کرده باشه، خیلی گذرا نسبتاً گفتن، ولی در سطوح اطلاعاتی پشت صحنه مشخصاً فعال هستن، اطلاعات دادن، میگن ماهواره‌های جاسوسی اینها رصد کردن، ثبت کردن، پرتاب دو موشک رو و انگشت اتهام رو دارن سمت ایران میگیرن. جالب اینجاست که وزیر دفاع آمریکا با همتای کانادایی خودش صحبت کرد دیروز. از این طرف نیویورک تایمز داره گزارش میده که آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد این ماجرا رو به چند متحد خودش از جمله بریتانیا و استرالیا و کانادا هم داده. بنابراین مشخصا به نظر میاد در پشت صحنه فعالن، اما در سطوح ارشد سیاسی قدری مواظب و با احتیاط دارن موضع گیری میکنن. در مورد کانادا تا حدی قابل درک هست. به هر حال خیلی از کسانی که کشته شدن در این صانعه تبعی کانادا بودند. چرا آمریکا این اطلاعات مهم و محرمانه رو با دیگر کشورها در میان گذاشته؟
خب ظاهرا کشور این توافقات اطلاعاتی که دارن، پنج کشوری که داره ازشون در واقع اسم برده میشه، استرالیا هست، کانادا هست، نیوزلند هست، بریتانیا هست، و به هر حال اینها کشورهای متحدی هستن که پیمانهای اطلاعاتی دارن و در یک چنین سطحی، به خصوص وقتی که شهروند بریتانیا هم ظاهرا در این پرواز کشته شده و به هر حال بسیاری از اینها کانادایی هستند، و بنابر توافقهای اطلاعاتی که دارن این پیام ها و این اطلاعات رو با هم دیگه به هر حال رد و بدل میکنن. و وقتی که اعلام شد که وزیر دفاع آمریکا هم با همتای خودش صحبت کرده، و بعد دیدیم که جاستین ترودو اومد و گفت اطلاعاتی که از متحدان دریافت کردیم از منابع مختلف از جمله سازمان اطلاعاتی خودشون، و انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفتن و حال قضیه بسیار بالاتر گرفت. ولی این خبر اول در آمریکا در شبکه سی بی اس و نیوزویک، و بعد دیدیم به تمام رسانه‌ها از به نقل از مقامات اطلاعاتی ناشناس گزارش هایی رو دارن میدن که متهم اصلی ایران هست، پدافند هوایی که میگن پدافند روسی بوده و از نظر اینها اشتباهی زده، هرچند ایران این مسئله رو رد میکنه. متشکرم از تو کامبز فتاحی در واشنگتن. اینجا در استودیو همکارم کیوان حسینی با ماست. خبرها رو، تازه ترین خبرها رو دنبال کردی، بیشتر بهمون بگو کیوان. علاوه بر کانادا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفتش که بر اساس اطلاعاتی که در دست این کشور هست، این احتمال خیلی جدی، به طور جدی مطرحه که این هواپیما توسط یک موشک ساقط شده. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا هم امروز صبح اظهار نظر کرد و خواستار تحقیقات کامل و شفاف شد درباره این حادثه. خبر مهم دیگه‌ای که امروز منتشر شد، در واقع دومین خبر مهم، ابراز آمادگی همکاری کشور فرانسه است و اینکه هیئتی رو به تهران بفرسته تا در تحقیقات شرکت بکنه. فرانسه به عنوان کشور سازنده موتور هواپیما در کنار آمریکا از سوی ایران اسمش مطرح شد که بیاد و در همکاری مشارکت بکنه. آژانس حفاظت هوایی فرانسه BEA آژانس خوشنامی هست در صنعت هوایی و همون آژانسی هست که رفت سراغ بوئینگ در سقوطش در اتیوپی، و این بحرانی که بوئینگ الان باهاش درگیر هست هم نتیجه تحقیقاتی است که BEA اونجا در اتیوپی انجام داد و اعلام کرد که هواپیماهای مکس مشکل فنی جدی دارند. الان اونها به اعلام کردن که درخواست رسمی رو از ایران دریافت کردند و به طور رسمی هم پاسخ دادند و پاسخشون هم بله هست و حاضر خواهند شد در این تحقیقات هوایی. همزمان وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان هم اظهار نظر کرده و گفته که فرانسه همه همکاری‌های لازم رو در این زمینه با ایران خواهد کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم گفتش که یه هیئت 10 نفره هم از کانادا به تهران سفر خواهد کرد تا در این تحقیقات همکاری بکنه. همونطور که اشاره کردی، کانادا بعد از ایران دومین کشوری هست که بیشترین تابعیت سرنشینان و قربانیان مال اون کشور بوده. ضمن اینکه چند شهروند افغان هم در این پرواز حضور داشتند و به همین دلیل هم امروز صبح رئیس جمهوری اوکراین به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان زنگ زد و تماس گرفت. هر دوی این کشورها شهروندانشون رو در این حادثه از دست دادند و این دو رئیس جمهور به هم تسلیت گفتند. آقای غنی در این مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کرد که ایران با شفافیت کامل برخورد بکنه و تحقیقات مستقل و دقیقی انجام بشه تا دلیل این سانحه هوایی روشن بشه. همطور که کامبیس هم اشاره کردیم، موضوع در آمریکا واکنش متعددی داشته. یکی از انتقاداتی که الان به خود آقای ترامپ میشه این هست که اگر او این فضا رو به وجود نیاورده بود، شاید چنین اتفاقی هم نمیافتاد، اگر این موضوع صحت داشته باشه که پرتاب موشک باعث سقوط این هواپیما شده باشه. ریشه این تحلیل این هستش که کسی که این اشتباه رو انجام داده تحت فشار بوده، نتیجه یک تنش بسیار بین المللی، بسیار بزرگ بین المللی، و اضطرابی که این شخص یا اشخاصی که در این داستان دست داشتن احتمال داره دست داشته باشه در این حادثه. این مال وقتیه که این سناریو رو بپذیریم که به شکل اشتباهی موشکی شلیک شده و این هواپیما ساقط شده. فرض بر اینه که کسی که این اشتباه رو کرده احتمالاً در حالت آماده باش بوده، یا این انتظار به طور جدی وجود داشته که جنگنده‌های
آمریکایی ایران رو بمباران بکنن و در نقاط مختلف ایران کسانی در پدافند هوایی این انتظار رو داشتن، بهشون گفته شده بوده و اینا منتظر بودن و در این چارچوب طرف این اشتباه رو کرده. از این جهت میشه گفتش که یک بحث تا اندازه سیاسی هم شکل گرفته. برخی از رسانه‌ها با موضع انتقادی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این موضوع رو مطرح کردن. از اون طرف در شبکه‌های اجتماعی هم با همین استدلال برخی مخالفان این موضوع رو در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنن، چون همونقدر که از آقای ترامپ انتقاد میشه که در بالا بردن این تنش نقش داشته به ویژه بعد از خروج از برجام، از اون ور هم کسانی هستند که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران انتقاد میکنن، مخالفین داخلی، و معتقدند که جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل فعالیت‌های منطقه‌ایش یک پای این تنش هست و یا حداقل در افزایش این تنش دست داشته، عقب نشینی نکرده از مواضعش. آیت الله خامنه‌ای سرسختی نشون داده در بحث نفوذ ایران در منطقه و موجب شده که کار به اینجا برسه. الان واکنش ایران رو در کل چطور میشه ارزیابی کرد، اینکه ابراز آمادگی کرده برای هر گونه همکاری با کشورهای دیگه؟ مهمتر از اون این هستش که با قاطعیت رد میکنه، یعنی اینکه ایران میگه صبر بکنیم تا تحقیقات نتیجهش روشن بشه، یک جواب خیلی روشن و واضحی هم پشتش هست و اون این هستش که موشکی زده نشده. چون اگر موشکی شلیک شده بود و به اشتباه یا به عمد هر ترتیبی به دلیل شلیک موشک هواپیما سقوط کرده بود که طرف ایرانی نیازی نداشت که صبر بکنه تا نتیجه تحقیقات یا باز کردن جعبه سیاه روشن بشه. کسی که موشک رو شلیک کرده میدونه موشک رو شلیک کرده. ایران میگه اساسا موشکی شلیک نشده، موضع ایران این هست و میگه که جعبه سیاه رو باز بکنیم دقیقاً ببینیم که چرا این هواپیما سقوط کرده. چون وقتی بحث جعبه سیاه مطرح میشه، یعنی اینکه این یه نقص فنی بوده، یه چیزی بوده که در این جعبه سیاه ما میتونیم دلیلش رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه ایران برای اینکه بخواد شفافیت خودش هم نشون بده داره میگه که کشورهای دیگه حتی ایالات متحده آمریکا هم نمایندگانی رو بفرستن و این اطلاعات رو بررسی بکنن تا نتیجه روشن بشه و همین موضوع هم موجب شده که خب یک انتظاری شکل بگیره تا صبر کنیم تا ببینیم نتیجه این تحقیقات چه خواهد شد. فقط اینم اضافه بکنم که گزارشی رو امروز خبرگزاری رویترز منتشر کرده به نقل از مقام‌های ایرانی که یکیشون گفته که این تحقیقات شاید 1 تا 2 سال هم طول بکشه، یعنی تحقیقاتی هم نیست که خیلی فوری نتیجهش روشن بشه، هرچند که خبرگزاری ایرنا یه گزارش امروز منتشر کرده بود که جعبه سیاه همین امروز باز میشه. به هر حال این نکات و جزئیات فنی داره که شاید ماها دقیقاً جزئیاتش رو ندونیم، از جمله که مثلا گفته میشه که جعبه سیاه باید باز بشه، تمام اطلاعاتش دانلود بشه و این دانلودش شاید چند روز یا چند هفته طول بکشه، یا ایران اجازه نمیده که جعبه سیاه از کشور خارج بشه برای اینکه اطلاعاتش دانلود بشه. این جزئیات فنی باعث میشه که بر ابهامات ماجرا بیشتر افزوده بشه و در این حال همه با نگرانی مسئله رو دنبال بکنن ببینن نتیجه چه خواهد. با توجه به اینکه همطور که گفتی خیلی معمولا طول میکشه در این باره تحقیقات که جواب قطعی داده بشه، چقدر رابطه ایران و آمریکا دامن زده به اینکه این اطلاعات به این شکل به رسانه‌ها در رسانه‌ها منتشر بشه قبل از اینکه این اطلاعات به شکل مشخص عملش تحقیق بشه؟ رابطه ایران و آمریکا به طور جدی بر روی این سانحه سایه انداخته این تنش و موجب شده که هم گمانه‌زنی‌های زیادی مطرح بشه و تا اندازه زیادی هم برای کسانی که قربانی این حادثه بودند خانواده‌های بازمانده احتمالاً شرایط دشوارتری رو شکل بده. به این دلیل که شبی بودش که ایران حمله موشکی کرد به عراق، فضایی که در کل ایران حاکم شده بود فضایی بسیار نگران و با ترس از احتمال وقوع جنگ، با ترس از واکنش نظامی احتمالی آمریکا بود و دقیقاً در لابلای این صحبت‌ها چنین اتفاقی. واقعیت قضیه اینه که بر ابهاماتش هم اضافه میکنه، به خاطر اینکه همچنان همونطور که گفتم کسی نمیدونه که آیا دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه کسی داره این وسط راست میگه. و از اون طرف هم وقتی که کشوری مثل کانادا که در این مسائل شاید در عرصه بین المللی خوشنام هم باشه، دولتیه که در واقع گفته میشه دربارش که تا اندازه زیادی از این گونه اطلاعات استفاده سیاسی نکرده، سابقه هایی از این دست نداره برخلاف برخی دیگر از دولت های مهم جهان، این اظهارات رو مطرح میکنه، ایران همچنان مصره که این یک جنگ روانی هست و انگشت اتهام رو هم نه به سمت کانادا بلکه به سمت ایالات متحده آمریکا گرفته. ایران میگه که کل این داستان در زمینه همون تنش ایران و آمریکا رخ داده و همین موضوع هم باعث میشه که تا اندازه‌ای ناظران نتونن به راحتی اعتماد بکنن به اطلاعاتی که از همه طرف‌ها داره منتشر میشه. متشکرم از تو کیوان حسینی. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم گفته کشورش حاضر است در انجام تحقیقات به ایران کمک کند.
قبل از هر گونه گمان زنی حقیقت باید در شرایط کاملا شفاف به دست بیاد. مقامات ایرانی باید این مورد رو پیگیری کنن و فرانسه آماده همکاریه برای اینکه کارشناسی های لازم رو در اختیارشون قرار بده. قبل از گرفتن موضع باید به وضوح مشخص بشه چه اتفاقی افتاده و برای این منظور باید تحقیقات بین المللی انجام بشه. درباره جنبه حقوقی این سانحه از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد پرسیدیم به فرض سناریوهای مختلف چه تبعات حقوقی در انتظار ایران است. به نظر من بستگی زیاد داره به اینکه علت این حادثه به طور دقیق روشن بشه. در حال حاضر اطلاعاتی که داریم کم و بیش محدوده و بیشتر در واقع محدود شده به اون چیزی که نهایتاً نخست وزیر کانادا اعلام کرده به طور رسمی، که خیلی مهمه البته و باید اساس رو بر این گذاشت که نخست وزیر یک کشوری مثل کانادا باید مبنای محکمی برای صحبتاش داشته باشه و اطلاعاتش دقیق باشه. ولی من با همین احوال فکر میکنم برای اظهار نظر قاطع باید صبر کنیم تا از طرف دولت ایران به طور رسمی اظهار نظری بشه، برای اینکه این مطالبی که تو این دو سه روز گذشته گفتن اینها رو من همه رو به صورت اکشوال عمل میبینم و با توجه به شرایط خاصی که الان در ایران هست، شرایط عصبی، نگرانی کلی از درگیری امریکا و ایران و غیره و به خصوص با توجه به ابعاد این حادثه غم انگیز، فکر نمی‌کنم ایران به هیچ عنوان هنوز موضع رسمیش رو اعلام کرده باشه و احتمالا موضع رسمی باید در دو سه روز آینده روشن بشه و بنابراین هیچ بعید نمی‌بینم که ایران اقرار بکنه که مطلب به همین صورتی است که الان نخست وزیر کانادا اظهار کرده و در واقع یه حادثه است بر اثر یه اشتباه پیش آمده و اظهار تأسف بکنه. بنابراین جواب سوال شما رو من باید بر این اساس بذارم، یعنی بر اساس اینکه یه حادثه است، بر اساس اینکه یه حادثه ای که ناشی از اشتباه فردی، تعمدی در کار نبوده و هیچ نیروی خارجی کسی دیگه هم درش دخالتی نداشته. البته باز قبل از اینکه پاسخ دقیق‌تر به سوال شما بدم، اینم باید بگم که اگر روشن بشه که این همونطوری که ایران تا حالا ادعا کرده یک نقص فنی هواپیما باعث این مسئله شده، اون وقت جوابای حقوقیش به کلی تفاوت میکنه و ابعاد حقوقیش یک چیز دیگه خواهد بود. اگه فرض رو بر این بذاریم که تصادفی بوده و بر اساس اشتباه یک نفر ایرانی این صورت گرفته، طبعا ایران مسئولیت داره، مسئولیت جبران خسارت داره، هم نسبت به دولت اوکراین که صاحب هواپیماست و هم نسبت به تمام مسافرین و خدمه هواپیما، و این مسئولیت رو باید به طور کامل انجام بده. اگر قبول نکنه یا زیر بار نره به هر دلیلی، اون وقت البته راه حقوقی دیگری هست و مواردش هم کم نبوده قبلا که دولت کانادا و شاید دولت‌های دیگه‌ای که خودشون رو صدمه دیده می‌بینن ازش اقدام بکنن، یا افرادی که عزیزانشون رو در این حادثه از دست دادن اونا هم به اصطلاح دعاوی حقوقی رو مطرح بکنن. ولی اگر ایران بپذیره که این حادثه بوده و تقصیر ایران بوده و قبول کنه که جبران خسارت بکنه، مشکلی نخواهد بود. موارد متعدد قبلی هم داشتیم انجام شده و در واقع با وجود تأسف بار بودن حادثه، به هر حال یه حادثه میشه گفت بوده و به همین صورت هم جبرانش میشه کرد. گفتگوی سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم بود با برنامه چشمانداز بامدادی بی بی سی فارسی. اینجا در استودیو همکارم فرن تقی‌زاده اینجاست. واکنش ها رو در شبکه های اجتماعی دنبال کردی، بیشتر به اون بگو فرن. از دیشب که این خبر منتشر شد، واکنش های کاربران در ابتدا در لحظه اول بسیار احساسی بود، بسیار ناراحت شدن از شنیدن این خبر، به خاطر اینکه در روزهای گذشته هم منتظر این بودن که دلیلی بشنون از اینکه چرا این هواپیمای اوکراینی سقوط کرده، چه اتفاقی افتاده، چون اونقدر هم از طرف مقامات ایرانی چیزی اطلاع رسانی نمی‌شد که این خودش از انتقادهایی بود که
مطرح میشد فقط از مسئولینی که واکنش نشون داده بودن رئیس سازمان هواپیمایی ایران بود که در مورد جعبه سیاه خیلی صحبت کرده بود که ابتدا گفت ما جعبه سیاه رو در اختیار هیچ کس قرار نمیدیم، به آمریکا نمیدیم، و بعد که خود همین داستان جعبه سیاه بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد دیدیم که دیشب مواضع ایران به نوعی پایین‌تر اومد در مورد اینکه همکاری میکنه، جعبه سیاه رو در اختیار میذاره، هر نوع همکاری که لازم باشه رو انجام میده، تا اون صحبتی که مقامات ایران بهش باور دارن و دارن ازش صحبت میکنن که به نوعی تقصیر ایران نبوده رو بتونن ثابت کنن. همین اتفاق در شبکه‌های اجتماعی هم افتاد. وقتی که خبر رو شنیدن بسیاری از کاربران باور کردن این خبر رو، به خاطر اینکه چیز اطلاع رسانی دقیقی نشده بود. معمولا در ایران این اتفاق افتاده که در یک حادثه‌ای که اتفاق میفته اونقدر دقیق در از ابتدا مدیریت خبر نمیشه که اطلاع رسانی بشه به شهروندان، و همین شایعات رو هی بالاتر و بالاتر میبره و گمانه‌زنی های مختلفی رو پیش میاره تو شبکه های اجتماعی، که اتفاقا این بار هم اتفاق افتاده از چیزی که داریم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی. از اون طرف کاربرانی که مواضعشون نزدیک به حکومت ایران هست یا نه مشخصا حکومتی هستن، ممکنه که این جنس کاربران با همدیگه مختلف باشه. اونهایی هستن که حکومتی هستن برای اینکه تبلیغات نظام کنن در توییتر هستن، و اونهایی هستن که مواضعشون نزدیک به حکومت ایران هست، حمایت میکنن از آنچه که حکومت ازش صحبت میکنه. اینها شروع کردن از این گفتن که این خبرهایی که از طرف پنتاگون داره منتشر میشه بدون ذکر منبع رسمی، فقط اینکه یک منبعی داره این رو از طرف پنتاگون عنوان میکنه، جنگ روانی هست علیه ایران، اوکراین هم وارد این جنگ روانی شده، و همه دارن به نوعی هجمه میارن بر سر ایران. به خاطر چی؟ به خاطر این به حال موشک پرکنی هایی که ایران کرده به سمت مواضع آمریکا در عراق، و حمله ای که ایران در روزهای گذشتهش انجام داده بود، و البته جنگ نمایش قدرتی که ایران در روزهای گذشته به خاطر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی هم در عراق نشون داده بود، با اون جمعیتی که برای تشییع جنازه آقای سلیمانی اومده بودن، ایران در تونسته بود یه پوینت مثبتی رو بگیره از لحاظ افکار عمومی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتن، نظر می‌دادن. چرا؟ چون که تصاویر این جمعیت در بسیاری از رسانه‌های غربی منتشر شده بود. حالا به نظر اونهایی که حامی حکومت ایران هستن یا از مواضعشون رو حمایت می‌کنن، میگن که این بازی جنگ روانی هستش که آمریکا داره انجام میده، و به خاطر همین باید صبر کرد. این قضیه صبر الان بیشتر مطرح شده. یکی این که دارن صحبت میکنن که به فکر خانواده های قربانیان باشین، این خبرها رو اجازه بدین، صبر کنیم که اونهایی که از نظر فنی میتونن بررسی کنن ماجرا رو پیش ببرن، خبرها دقیق تر بشه، تا بعد بیشتر نتیجه گیری کنن در مورد اینکه چه بر سر این هواپیما پیش اومده. ولی خب نمیتونیم از انتقادهایی که وجود داره بگذریم. مشخصا فقط هم مربوط به کاربران شبکه‌های اجتماعی نیستش که بگیم بینام و نشان هستن یا خبرنگار هستن. مشخصا دیشب آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران خبرنگاران خارجی ایرانی های خارج از ایران رو تهدید کرد، هشدار داد، و همین باعث شد که گزارشگران بدون مرز این توییت های آقای آشنا رو تهدید بدون محکوم کرد، این مدل صحبت کردن رو. در مورد این قضیه که خبرنگاران چقدر تحت فشار هستن در ایران، خود خبرنگارها نوشتن. در مورد این که چرا درست اطلاع رسانی نشده، بهرام پارسایی انتقادهای شدیدی رو در 3 توییت در توییتر خودش خطاب به آقای عابدزاده کرد. امروز هم شکرم فرین، مجبورم همینجا صحبت نماینده رو... تهران رو هم من توصیه می‌کنم که بیننده‌ها برن بخونن توییتش رو، به خاطر اینکه در مورد مهاجرت نخبگان از ایران و همینطور اونهایی که دیگه نمیتونن در ایران زندگی کنن نوشته، و به نوعی اسم کیمیا علیزاده رو هم، اسمشون نه ولی تنها دختر مدال‌آور المپیک ایران رو هم برده، که ما باید چه کار کنیم، چرا اجازه دادیم که جوانهای ایران از مملکت خارج بشن، که باز دستر دارن بهش انتقاد میکنن که شما که نماینده هستیم باید برای مردم و جوانها کاری انجام بدیم. متشکرم از تو فرین تقی‌زاده. میرسیم به پایان این بخش خبر. تا نیم ساعت دیگه باز هم با پوشش ویژه‌ای با شما خواهیم بود از تازه ترین خبرها در مورد سقوط هواپیمای مسافربری در تهران. با ما باشید.